با خبرهایی از گسترش عملیات پیروزمند رزمندگان ارتش آزادی سوریه در نقاط مختلف این کشور اخبار را ادامه می‌دهیم. کمیته‌های هماهنگی انقلاب سوریه اعلام کردند رزمندگان ارتش آزادی سوریه در شهرک عدرا در حومه دمشق یک هواپیمای جنگی میگ نظامیان اسد را سرنگون کردند. از سوی دیگر ارتش آزادی سوریه اعلام کرد در ادامه گسترش عملیات ارتش آزادی در دمشق امروز انقلابیون سوری دو پایگاه نظامیان اسد در منطقه جوبه را به کنترل خود درآوردند. انقلابیون سوری بعد از ساعت‌ها درگیری شدید با از پای درآوردن ده‌ها تن از نظامیان اسد در این پایگاه و منهدم کردن دو تانک نظامیان اسد توانستند این پایگاه را به کنترل خود درآورند. در میدان عباسین در قلب پایتخت سوریه رزمندگان ارتش آزادی به چند پایگاه نظامیان اسد تهاجم کردند. درگیری‌های بسیار شدید بین رزمندگان ارتش آزادی و نظامیان اسد در اطراف این میدان ادامه دارد و انقلابیون سوری یک مرکز مهم امنیتی بشار اسد را در این منطقه هدف قرار دادند. در حالی که صدای آژیر آمبولانس ها و انفجار اطراف این منطقه به گوش می رسید و نیروهای حکومتی راه های منتهی به این منطقه را برای جلوگیری از گسترش عملیات رزمندگان ارتش آزادی سوریه بستند، تلویزیون حکومتی سوریه هر گونه درگیری در پایتخت را تکذیب کرد. از سوی دیگر رزمندگان ارتش آزادی در دمشق دست به پیشروی زدند و آخرین پایگاه نظامیان اسد در خیابان سی در اطراف کمپ فلسطینی یرموک را به کنترل خود درآوردند. در شهر مقاوم داریا در حومه دمشق نیز رزمندگان ارتش آزادی در یک عملیات حماسی دیگر حمله نظامیان اسد به این شهر را در هم کوبیدند. انقلابیون پس از منهدم کردن یکی از تانک‌های نظامیان اسد آنها را وادار به عقب نشینی کردند. شهر داریا 81 روز است در زیر شدیدترین حملات و بمباران‌های وحشیانه نظامیان اسد مقاومت می‌کند. در حومه دمشق رزمندگان ارتش آزادی چند پایگاه نظامیان اسد را در قوطه شرقی هدف قرار داده و در هم کوبیدند و درگیری‌ها در اطراف اداره پشتیبانی نظامیان اسد در شهر حرسا ادامه دارد. ارتش آزادی سوریه اعلام کرد کنترل یک پادگان نظامیان اسد در منطقه قرض در شرق درعارا به دست گرفته است. این پادگان مرکز تجمع زرهی ها و توپخانه نظامیان اسد به شمار می رفت و از آن مناطق روستاهای اطراف را گلوله باران می کردند. رزمندگان آزادی با از پای درآوردن نظامیان اسد در این پایگاه سلاح ها و تانک ها و مهمات آنها را به غنیمت گرفتند. در استان ادلب رزمندگان ارتش آزادی در ادامه عملیات بنیان مرصوص برای آزادسازی کامل این استان صبح امروز پادگان‌های وادی الزیت و حامدیه را با تانک و سلاح‌های سنگین هدف قرار داده و خسارات زیادی به آنها وارد کردند. نبرد برای به کنترل درآوردن کامل این پایگاه‌ها ادامه دارد. انقلابیون سوری در یک عملیات ویژه در پاسخ به کشتار و جنایات رژیم اسد ساختمان‌های مرکز امنیت نظامی و امنیت دولتی را در شهرک تدمور در حومه هومس منفجر کردند. بنا به گفته انقلابیون سوری در این عملیات بیش از 100 تن از نظامیان اسد کشته شدند. از سوی دیگر دانشجویان انقلابی سوری در دمشق در زیر شدیدترین اقدامات امنیتی در قلب پایتخت در چند متری خبرگزاری حکومتی دیکتاتور سوریه دست به تظاهرات زدند. جوانان سوری با سر دادن شعارهایی در محکوم کردن دروغ‌های خبرگزاری حکومتی سانا از ارتش آزادی سوریه حمایت کرده و با مردم شهرها و مناطق تحت بمباران اعلام همبستگی کردند.